روز جمعه همه دوستان بخیر خیر چهارده همه 1399 چهارم دسامبر 2020 دیروز دیدم آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یک توییتی فرستاده از رسانه سحیونستی توییتر استفاده کرده برای اینکه برای رئیس جمهور دولت اسلامی پیام بفرسته یعنی اینا ظاهرا پیام هاشون رو از طریق رسانه های معاند و دشمن بر همدیگه رد و بدل میکنن یک تعنی به بودجه تقدیمی دولت به مجلس کرده و گفته که ما از همین بودجه 1400 شروع میکنیم برای مبارزه با تبعیض خب دعوای آقای قالیباف و آقای روحانی یک سابقه حداقل 8 ساله داره از آستانه انتخابات سال 92 و بعد در انتخابات سال 96 خورده شفافتر و علنیتر بعد هم تیکه های رد بدل کردن حتی یکی دو ماه قبل از اینکه قالیباف با اشاره و دستور بیت به ریاست مجلس برگزیده بشه و حتی در اون انتخاب آقای میرسلیم که در هشت سال ریاست جمهوری خامنه ای مشاور عالی و رئیس نهاد ریاست جمهوری بود اون رو زیر پا گذاشتن برای اینکه یک آدم بی حیایی مثل غالیباف باشه که حریف برای خورد کردن بعضی از رقبا بنابر مساله حکومتی یکی دو ماه قبل از اینکه قالیباف رئیس مجلس بشه روحانی در یک نطقی که در تلویزیون پخش شد گفتش که بعضی هنوز هیچ کاره هستن و شروع کردن به کار تبلیغاتی ممکنه یکی دو ماه آینده کاری بشن ولی فعلا کاری نیستن و حرفای میزنن که حرفای بی ربطیه به هر حال در این دوره اوج گرفته چند دفعه با هم صحبتای کردن تا جایی که خامنه ای ناچار شد ورود کنه البته این ورود خامنه ای هم دفعه اول نیست دفعه آخر هم نخواهد بود خیلی هم مؤثر نیست و به نظر میرسه خودش هم خیلی اصراری نداره که دعواهای سران و حکومت تموم بشه این نوع دعوا رو بعضا بعدش نمیاد برای این به دو دلیلی این که اینکه همه سران و حکومت ضعیف بشن تو سری خور بشن و نیاز به حمایت شدن لذت میبره خامنه از اینکه همه محتاجش باشن از طرفی هم یک نوع احساس در مردم باشه که حکومت یک دست نیست پس میشه مثلا بین بد و بدتر انتخاب کرد در ادامه همون حرف ها حالا بودجه سال 1400 رفته مجلس و قالیباف که ظاهرا به نظر میرسه که حالا یا برای خودش یا برای کسی که قراره که حالا در انتخابات سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری یه مقدار گرد کنه و بتونن بلکه مردم رو فریب بدن پای صندوق بیارن شروع کرده کارهایی که یه مقدار مردم پسند بعضی حرفای مردم پسند میزنه مثلا میره بین بیمارهای کرونایی بعد میان خود میان اعلام کن کرونا گرفت بعدم اینها معجزه میکنن همه بیماران کرونایی حداقل دو, دو, هفته سه هفته درگیر هستن چون ظرف چند روز خوب شد مثل فرزند حد دادادل مثل دیگرانشون که مثل زن نور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و افراد دیگه که اومدن جلو دوربین و گفتن ما هم کرونا گرفتیم و بعدم متاسفانه همشون خوب شدن خب با این حرفایی که قالیباف زده به نظر میرسه که حالا یک دور جدیدی از جنگ های هم زرگری هم واقعی را افتاده و روحانی البته برای من قابل تعجب است من در سال 95 یعنی قبل از پایان دور اولش یادش نوشتم آقای روحانی این تازه از نتایج سحری است و در اونجا گفتم حالا یک موقع اینو یه تیکش که براتون میخونم که روحانی چه همین یک دور رئیس جمهور باشه چه دور دوم هم بنا به مقتضیات حکومت و اینکه حکومت نمیخواد کسی رو بذاره که مسئولیت کاراش به عهده خامنه‌ای باشه اگر دو دور هم باشه با رسوایی و بدنامی و بدنامترین رئیس جمهور از کاخ ریاست جمهوری بیرون خواهده. برای من خیلی تعجب انگیز نیست ولی به هر حال شروع شده من وقتی این حرفا رو شنیدم یاد یک تیکه از مناظره سال 96 روحانی و قالیباف و رئیسی در تلویزیون افتادم که حتما همتون یادتونه ولی حالا برای اینکه یادتون بیافتین حدود 20 ثانیه رو گوش کنید کنم من اگر پرونده سال 84 آقای غالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی همون واقعا من گفتم این حرفی که روحانی میگیزنه میگه من مردانگی کردم در واقع در حق ملت ایران نامردی کرده کسی یک پرونده بزرگ تخت اختلاس سو استفاده باجگیری از قاچاقچیان این موضوع این بود که قالیباف در اون سال 84 با حکم محمد خاتمی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و برای تأمین هزینه چند ده میلیارد تومانی انتخابات ریاست جمهوریش در اون سال از همین قاچاقچی ها پول های گرفته بود خب این پرونده پرونده شروع شد ولی آقای روحانی همطور که دید دیدید با افتخار میگه آقای قالیباف من مردانگی کردم اگر مردانگی نمیکردم شما الان اینجا نبودید و دیدید که قالیباف نه اون روز نه الان حدود چهار سال گذشته هیچ وقت این حرف رو جواب نداده سایر حرف های روحانی رو جواب داده یا حالا به دروغ جا راست این پرونده انقدر واضح و آشکاره که ادده زیادی ازش خبر دارن قالیباف حتی با وقاحتی که قالیباف داره نتونه سکسی بش بکنه خب پس پرونده قطعا وجود داشت و روحانی نامردی خودش رو اسمش گذاشت مردانگی به هر حال با اون نامردی که روحانی در حق ملت کرد الان اون قالیباف رئیس مجلس البته هم احمد توکلی و هم میرسلیم هم گفتن که پرونده تخلفات قالیباف رو قبل از انتخابات مجلس اخیر قبل از انتخابات مجلس دوازدهم دادند به مجلس یازدهم دادن به شورای نگهبان و شورای نگهبان توجه نکرده این چیزی هم نیست که من بگم باز این چیزی که احمد توکلی که در انتخابات سال 84 رئیس ستاد قالیباف بود در واقع با ستاد قالیباف کار میکرد و میر سلیم که یار قار قالیباف هست به لحاظ جناح سیاسی اینها گفتن در حال این تخلفات چیزی نیست که قابل این کار باشه اما حالا من یه بحث دیگه دارم ببینید آقای روحانی تا به حال خیلی به مردم صدمه زده خیلی به خاطر کوتاه آمدنهاش باعث شده که روز به روز فقط کمک کرد خامنه ای از بحران تحریم های گسترده سال 91 و 92 عبور کنه این موقع جان بگیره و بعد بر خودش هم مسلط شد به خاطر که به این ویژگی خامنه ای حتی اگر از سر اجبار یکی از عوامل خودش رو ناچارش باج بده تا از اون عامل انتقام نگیره و اون تحقیری که بهش تحمیل شده رو جبران نکنه ول نمیکنه چون تصور بسیار از مردم اینه که روحانی کاندیدای مطلوب خامنه در سال 92 نبوده و این القاع شده که مردم از لج خامنه به روحانی رای دارن چه در 92 چه 96 خامنه تا از روحانی انتقام نگیره ولش نمیکنه به همین جهت وضعیت روحانی مشخص اما روحانی متاسفانه حالا از جاه طلبیش بود یا نقاط ضعفی داره که ماها بعضیشو میدونیم بعضیشو نمیدونیم ناچار شد به حکومت باج بده و به هر مرحله که کوتاه آمد خامنه ای گام جلو تنها کاری که روحانی کرد خامنه ای رو از بحران تحریم های فلج کننده سال 90 و 92 عبور داد از اون بحران های اجتماعی عبور داد باعث شد بی آبرویی که انتخابات سال 88 برای خامنه‌ای درست کرده بود با انتخابات سال 92 تا حدود جبران بشه هم در داخل هم در خارج به هر حال بعد از اون به خاطر اینکه مکرر کوتاه آمد حالا دلایل مختلفی فیتون داشته باشه اد میگن میخواست تو بدن حکومت بمونه با این توهم احمقانه که اگر خامنه بمیره این یکی از کاندیداهای رهبری به همین جد نمیخواست از حکومت جدا بشه میخواست در سطوح بالای حکومت واقع بمونه بعضا میگن نقطه ضعف داره هم میگن خاطر پرونده برادرشه هم میگن که در ریاست جمهوری بمونه براش خیلی جاذبه داره به هر دلیل انقدر کوتا آمد که الان دیگه از حتی از بافی که به سراحت روحانی از دزدی های کلانش صحبت میکرد الان داره تو سر روحانی میزنه حالا من همه حرفا رو گفتم دوباره یه نکته هستم ببینید روحانی خیلی شانس بیاره تا 4 5 ماه دیگه در رأس قدرت هست و بعد حداقل بدبختی و رسواییش اینه که با بدنامی و با یک منفوریت عمومی از سمتش میره کنار اما هنوز در این به خصوص حالا که قالیباف وارد این مرحله شده روحانی میتونه اونجا که نامردی خودش رو اسم می‌گوش مردانگی الان یک مردانگی واقعی بکنه ببینید قالیباف گفته که ما میایم تبعیض‌ها در بودجه سال 1400 رو برطرف می‌کنیم روحانی یک مردانگی بکنه اگر مرد هست اگر ادعای مردانگی داره بیاد مردانگی کنه همین الان جداول بودجه 1400 رو بده بیرون که مردم بدونن که حوزه علمی قم چقدر بودجه دولت بهش پیشنهاد داره و مجلس قالیباف چقدر تصویب خواهد کرد مؤسسه مصباح یزدی رو دولت روحانی چقدر براش بودجه در نظر گرفته و مجلس قالیباف در واقع مجلس مستقیم خامنه چقدر بهش بودجه خواهد داد حوزه علمیه زیر نظر آقای علم الهدا همین بسیار از مؤسساتی که در سالهای گذشته بودجه گرفتن حرم خمینی سازمان تبلیغات اسلامی ستاد امر معروف و نهی از منکر حوزه علمی چیزر تمام این جاهایی که بعضیشون حالا اعلام شده که مثلا صدا به اندازه 20 استان بودجه داره اینها رو روحانی اعلام بکنه و بعد هم وقتی تصویب میشه اعلام بکنه که مشخص چه قالیباف حالا که روحانی به حال اگر روحانی که نشون داد به فکر مردم نیست حداقل برای اینکه یک خورده آبروی خودش حفظ کنه به نظر من راهش اینه که بیاد همین الان جداول بودجه رو بده بیرون چون قالیباف ادعا کرده که میخواد تبعیضهای موجود در لایه بودجه پیشنهادی روحانی رو برطرف کنه خب فردا مردم خواهند دید که مثلا اگر سال گذشته حوزه علمیه قوم 1400 میلیارد تومن دقت کنید 1400 میلیارد تومن بودجه داشته امسال برام بودجه چقدر شده و بعد مجلسی که ادعا داره میخواد تبعیض رو برطرف کنه از این بودجه چقدر تصویب میکنه چقدر کم میکنه و چقدر زیاد میکنه روحانی بنز... نظر... البته من خیلی امید ندارم اینو دارم میگم برای این کسانی که هنوز تشویق میکنن هنوز کسانی میگن روحانی بهتر از احمد نژاد اینا همشون یکی از یکی بدتر یه موقع خمینی گفته بود آمریکا از شوروی بدتر شوروی از آمریکا بدتر انگلیس از هر دو بدتر حالا من واقعا میخوام میگم خاتمی از روحانی بدتر روحانی از رفسنجانی بدتر رفسنجانی از خامنه از همشون بدتر خمینی ام الفساد همشون ولی به هر حال هد... اگر ذره تدبیر داره روحانی و میخواد قدری از آبروی رفته خودش رو برگردونه یا میخواد قدری از خیانت هایی که در حق ملت کرده در این هفت سال جبران کنه بیاد الان الان که قالیبافی همچین ادعای مطرح کرده روحانی بیاد جداول بودجه رو برای اینکه چیز محرمانه که وجود نداره اصلا اگر همینا محرمانش کردن خلاف قانون مرتکب شدن بودجه چیزی نیست که محرمانش کنن حالا بگذریم از که بخش عمده از بودجه که متعلق به دفتر رهبری است پای قدس است سپاه پاسداران هست اینا محرمان است اما دیگه حوزه علمی قم که بودجهش نباید محرمانه باشه حداقل نی اگر تا حالا محرمانه کردن کار خلاف قانون کردن روحانی که اومد من حقوقدانم دانم نیستم خودش میدونه که اتفاقا محرمانه کردن این بودجه ها خلاف قانونه بدون اعلام کنه که بعد هم وقتی تصویب شد اعلام کنن که مشخص حالا در این زم... در این زمان یک کار انحرافی خیلی عجیبه غریب هم صورت گرفته من دیدم در فضای مجازی صدها خبر بدون اغراق حداقل صدها خبر من خوندم در مورد بودجه 8.5 میلیارد تومانی بنیاد قاسم سلیمانی که زیر نظر دخترش زینب سلیمانی البته یک ریال پول هم به این بنیادها حرام کردن پول ملتی که انقدر محتاج هستند اما یه مقدار فکر کنیم 8.5 میلیارد تومان دقت کن 8.5 میلیارد تومان در شرط فعلی که سال گذشته فقط حوزه علمی قم 1400 میلیارد تومان فکر می‌کنم بودجه داشته حوزه علمی خواهران شاید حدود 1000 برابر این 8 میلیارد تومان حالا 1000 برابر کنه ده... ولی ده ها برابر شاید 100 برابر این حداقل 100 برابر این 8 میلیارد تومان تازه با نرخ دلار پارسال که یعنی به در واقع ارزش ریال بیشتر از حالا بوده فقط حوزه علمی خواهران حدود 100 برابر این 8 میلیارد تومان بودجه داشته صدا و چند هزار برابر این بودجه داره بخش انفرماتیک به قول خودشون بخش رسانه های مجازی دفتر رهبر برید ببینید دفتر رهبر جمهوری اسلامی ببینید چقدر بودجه داره این که به نظرم خودشون این خبر 80 میلیاردی رو دارن بیرون و دیدم متاسفانه شاید ده ها برابر این 80 میلیارد تومان خرج کسانی شده که در فضای مجازی این خبر رو منتشر کردن این هم من نمیگم این رو منتشر نکنیم حتی یک ریال از این پول هم حرامه به خاطر اینکه کشوری که یک جوان یک نوجوان به خاطر نداشتن تجهیزات آموزشی خودکشی میکنه هزاران و میلیون ها پدر در برابر فرزندانشون شرمندن که نمیتونن نیازهای اول تامین کنن حتی یک ریال هم هزینه یک همچین تفریحگاه هایی چون تفریحگاه ها. ببینید دختری که هنوز چهار ماه از فوت پدرش نگشته برنش میره لبنان ازدواج میکنه اون آدم خیلی معلوم نیست دلسوز ملت ایران باشه کسی که دلش برای پدر خودش نمیسوزه خب اما به هر حال من میخوام بگم ضمن که معتقدم حتی یک ریال از این 8 مل... میلیارد تومن ظلم و جفاس از بیت رو اختصاص دادن اما فریب نخوریم این 8 میلیارد تومن در برابر بودجه های کلانی که جنتی برای ستاد امر معروف از منکر میگیره قرائتی برای ستاد نماز میگیره حوزه علمی قوم میگیره برای تربیت خاصیت بی خاصیتی که واقعا یک موقعی روحانیت ملجع مردم بود پناهگاه مردم بود امروز اینا اکثر غریب اتفاقشون دشمن مردم هستن، یعنی بودجه دادن برای دشمنان ملت خب فریب نخوریم با این 80 میلیارد فراموش کنیم رقم های دیگر رو و به نظر باید به یک مطالبه عمومی تبدیل بشه حالا که جنگ بالا گرفته روحانی هم روحانی که دفاع از قالیباف مرتبط با دزدان و قاچاقچیان رو مردانگی می... میذاشت حالا بیاید یک مردانگی واقعی بکنه و بودجه ای این نهادهایی که روز به روز هم مثل قارچ دارن گسترش پیدا میکنن هم, هم مثل که من ببخشید عبارت میگم یک مو از خرس کندن رو غنیمت میدونن ظاهرا بودجه ملت رو خرس میدونن که یک مو ازش بکنن روز به روز هم داره اضافه میشه یعنی من که میگم روز روز برید ببینید به مراجعه کنید این نهادهایی که امروز صدها از اونها در قانون بودجه رسما بودجه میگیرن مقایسه کنید با 20 سال پیش مقایسه کنید حتی با 10 سال پیش با 5 سال پیش روز به اضافه میشن روحانی اگه میخواد یک بار در عمرش مردانگی بکنه و حداقل بخشی از نامردی های قبلیش رو جبران کنه بیاد الان جداول بودجه رو بده بیرون با ارقام دقیقش اگر هم اجازه ندن بیاد این رو بگه که روحانی سرنوشت مشخصه دیگه باخته همه چی رو اگر میخواد یک حالا نمیدونم اگه اعتقاد به خدا و پیغمبر آخرت داره برای جبران گناهانی که در حق ملت کرده جبران دفاعی که از فاسدها کرده جبران کوتاهی هایی که در اجرای وعده هاش به مردم کرده که اینا همش گناهه حالا غیر به لحاظ اخلاقی قبیه به لحاظ شرعی هم با دیدگاهی که ندارن گناه کسی وعده ای بده و خلف وعده بکنه اگر میخواد بخش از جبران کنه و حداقل اجازه نده یک, یک دزد علنی مثل قالیباف بیاد از این کارها برای خودش رأی بخره روحانی رو اعلام بکنه مطمئن باشید همه کسانی که حتی با روحانی دشمنان در این زمینه باش همکاری خواهند کرد که حتی اگر در صدا و سیما و رسانه های پرخ و رسمی جمهوری اسلامی این حرف منعکس نشه در بیرون از صدا و سما بشه و میدونید و میدونیم که این رسانه ها بسیار بیشتر از صدا و مخاطب دارن سخنشون بیشتر, بیشتر از صدا و سما تریبون های نماز جمعه علی خامنهای و همه سران حکومت اثر گذاره و مردم گوش به زنگ هستن که این خبرها رو از این رسانه ها من یقین دارم صدها رسانه در فضای مجازی صدها رسانه با میلیون مخاطب اگر روحانی این مردانگی رو به خرج بده یک بار در عمرش مردمی کنه و این آمارها و ارقام و جداول بودجه سال 1400 رو بده بیرون به خصوص بخش مربوط به نهادهای مفتخوری که به جان ملت افتادن و مثل زالو در خون ملت و مکه اینها رو اگه منعکس کنه مطمئنا هم بخشی از گناهان این چند سالش رو جبران خواهد کرد هم بخشی از بدنامیش در تاریخ جبران خواهد شد موفق باشید